یکی از کارهایی که ما نسبت به پرورش و نگهداری و برداشت اصولی محصول درخت خرمالو با دقت بکنیم که مراحل رشد و نمو درخت رو در نظر بگیریم. درخت خرمالو رو از لحظه که ما میکاریم باید دقیقاً تحت کنترل قرار بدیم. سال اول و سال دوم وقتی کاشته میشه، اولا که در سال اول موقعی که ما داریم توی زمین میکاریم حتما باید ابعاد زمین رو 70x70 بود بکنیم، یک ماه جلوتر از کاشتمون. توی اون زمین 70x70 ماسه، خاک خود زمین منطقه و کود گاوی رو با همدیگه ستاش رو به یه شکل برابر با همدیگه میکس میکنیم، مخلوط میکنیم، میریزیم تو اون گودال. اون گودال یک ماه میمونه، اگر بارندگی بود که بهتر، نبود یه آبیاری مختصر میکنیم که این ببخشید این بخش هم یادم رفت، زمانی که این کار رو میکنیم به اندازه 750 گرم هم درون همون حفره 70x70 از کود 20-20-20 استفاده بکنید، اینا رو میکس بکنید، همه رو با هم مخلوط بکنید و پرش بکنید. اگه بارندگی بود رها کنید، به حال خودش نبود، یه آبیاریش بکنید، ولی یک ماه قبل از کاشت این کارا رو میکنیم. بعد اینکه ما کاشتیم دیگه درخت رو به هیچ عنوان نه کود شیمیایی نه کود حیوانی بهش نمیدیم. چرا؟ چون داخل اون خاک وجود داره همه چی. ولی مبادا موقعی که میخوایم بکنید همون موقع این خاک رو میکس بکنید، بسیار خطرناکه، درخت آسیب میبینه. و حتما هم کود پوسیده گاوی استفاده بکنید، کود تازه هرگز استفاده نکنید. برای این درخت که الان ما اینجا قصد داریم راجبش صحبت بکنیم، یک درختیه که این در واقع پیار سال یک نهال بوده کاشته شده، پارسال و امسال که میشه سال سوم زندگیش. ولی این درخت بغل دستیم پارسال کاشته شده، نهالش مال پارساله و این امسال شده دومین سال زندگیش. ما تمام هرس هایی که قرار روی درخت ها انجام بدیم در سال اول بعد از کاشت و در سال سوم بعد از کاشت، هرس فرمدهی، هرس سنگین رو روش انجام میدیم. چرا؟ چون در اون سال، در اون روزها ما نیازی به میوه نداریم. ببینید اگر قرار باشه که این درخت رو ما خب سال گذشته ما یه هرس کردیم، جای هرس ها مشخصه، اگه نگاه کنید اینا جای هرس هاییه که سال گذشته انجام شده، ولی ما قصدمونه که به این درخت فرندهی بکنیم دیگه. اگر قرار باشه انبوهی از شاخه ها این تو به وجود بیاد، امروز این شاخه به این نازکیه ولی قرار سالهای بعد بشه یک تنه بسیار قوی. پس اگر اینا رو ما تنظیم نکنیم میفتن تو گل هم دیگه و یک درخت بسیار شلوغ خواهیم داشت. پس ما میاییم اولا که برای هر یک درخت بهترین روش، بهترین رویه 5 یا 6 تا تنه، بیشتر نه، 5 یا 6 تا تنه ما به وجود میاریم زمان فرمدهی نهال. نهال 2 ساله، از سال دوم تا سوم کار رو میکنیم. ببینید اینا رو اولا که این شاخهایی که یه دستی میکشیم، شاخهایی که ظریف و وست نیسته، ببینید خیلی از شاخه ها توی خرمالو این شکلیه، یه دست که بکشید خود به خود میریزه. ببینید این شاخه هایی که به این حالت دست میکشید میریزه، اینا وست نیست، اینا هیچ اعتباری نداره، ببینید اینا پایه و اساسی نداره. یه دست به این شکل میکشیم روی اینا و زمانی هم ما این هرس رو انجام میده که درخت کاملا خوابه. ببینید این دیگه اون شاخه های جانبی از بین رفت. حالا ببینید وجود این از الان چیز مضریه. چرا؟ چون اصلا فرمش غلطه. اگر ما میخواییم اینو حفظش بکنیم، ما میاییم اینو از همینجا میزنیم که بیاد بالا به این شکل روش بکنه به طرف دیگه، ولی این قسمت اینجا هرس میکنیم، نمیذاریم این بمونه. خب حالا میاییم روی این پایه. ببینید گفتم 5 یا 6، پس اگر اینو ما یکی در نظر بگیریم میشه 2 3 4 5 6. بنابراین اینم اصلا کلان حذفش میکنیم، ولش کنید، این نبودنش بهتره، نبود این کامل بهتره. میایم این مرکز رو ببینید، این مرکز الان ما چند تا شاخه داریم، 1 پایه 2 پایه 3 4 5، این پس این وسطی رو ما حذفش میکنیم که اصطلاحا میگن سرزنی یا سربری یا تاپ آف. ببینید اینجا رو الان حرس میکنیم به خاطر وجود این.
میایم این مرکز، این اینم باز دوباره از این مرکزی هرس میکنیم. ببینید خلاص. خب ما الان داریم 1 2 3 4 و اینم 5. حالا میایم روی این پایه های دیگه کار میکنیم. این پایه الان تعدادی که داره، شاخه‌هایی که روش وجود داره، ببین الان این اگر از بالا فیلم بگیریم یه کاسه انگار این شکلیه، رو به آسمون انگار دستشو باز کرده. اینجا دیگه بعدها ببینید فضای کامل وجود داره، از این بالا نور آفتاب میاد، فتوسنتز، و از این پایین جریان هوا، چون اصولا حالت تونلی میشه، جریان هوا از جسم حرکت میکنه و نمیذاره داخل درخت تولید شته و حشره و قارچ بکنه. ولی خب حالا میایم اینو نگاه میکنیم، این پایه رو، برای اینکه در آینده اینا این زیادی بلند نشه و نیاد این بغل بخوابه، ما اینا رو، این قسمت ها رو فقط به این حالت فقط به فقط سرزنی میکنیم فعلا. ببینید اینا رو سرزنی میکنیم که یه مقدار قوی بشن. این برای این طرف، حالا میونه به این یکی، این الان ببینید این یه زیادی بلنده، اینم به این حالت نگفتم نمونه، یه دونه به این حالت تورم رو در نظر میگیریم، زاویه 45 درجه اینجا رو میبریم، این شاخه قراره این شکلی دوباره در بیاد. اگر این تورم مثل این که الان انگشتم روشه به داخل باشه، شاخه اینوری میره. پس ما با هرس که میکنیم درخت رو هدایت میکنیم که چجوری عمل بیاد. ببینید پشت تورم ها رو یه قشنگ شکلی میکنیم، میایم به این، ببین الان اینم به این شکل میزنیم اینجا، شاخه‌ها رو سعی کنیم با هم دیگه کنگره کنگره کنیم، همه یه قد و یمزه نشه. خب این پایه بود، این پایه الان تنظیم شد، میایم سراغ این یکی پایه. این یکی پایه، این یه روش اضافه است زیادی، اینو میزنیم. اینم چون ببینید به خاطر اینکه میخواد بره داخل درخت، برعکس این جوونه اینوری به طرف سمت چپ منه، میزنیم که به اون طرف روش بکنه. اینم سرزنی میکنیم، اینا رو همه رو به این حالت سرزنی، جوونه ها به طرف بیرون، تمام اینا رو یه سرزنی این شکلی بکنیم. این نهال دو ساله رو ما به این حالت بهش آرایشش میکنیم. خب این الان شد، البته این درخت بغلیش هم باید هرس بشه، حالا اینا رو ما میزنیم تا بعدا قاطی نشه، توی فیلم رو مشکل بر نکنیم. ببینید اینا الان این شد به فرمدهی این نهال دو ساله. ببینید یه تنه سالم خوب اومد بالا، از اینجا انشابها رو تنظیم میکنیم، شاخهای زایدش رو میزنیم، شاخهای نازک همه رو، تمام شاخها رو سرزنی میکنیم بدون استثنا، چون اگه نزنیم سر شاخها رو، شاخها به حالت مویی و نازک و دراز رشد میکنه و نافور میشه. میان سراغ درخت سه ساله. خب این درخت سه ساله فرمدهی شده به این حالت. ببین اینا رو من میگم الان بالا، این اولا که یادتون باشه حتما از درختی به درختی میخواین قیچی رو منتقل بکنید، با مواد شوینده ضد عفونی بکنید که بیماری رو به هم دیگه منتقل نکنید. این درخت رو الان اگه دقت بکنیم اینجا، خب این شاخه امسال روش کرده به این بلندی، اگر اینو نگاه کنید، اگر قرار بشه کنترل نشه همینجوری قرار بره بالا. اینا رو از همینجا ما تک تکش رو سرزنی میکنیم، جوونه بیرون. ببینید همه اینا رو به این حالت سرزنی میکنیم و شاخه هایی که این وسط، بازم یادمون باشه درخت خرما رو موقع هرس کردن یه دست اینجوری میکشیم بهش، این شاخه هایی که به درد نمیخوره خود به خود میریزه. یادمون هم باشه خرما رو همیشه روی شاخه هایی که یک سال است، یعنی شاخه‌ای که پارسال رشد کرده امسال میوه میده. بنابراین شاخهای هر چقدر ما اینا هرس بکنیم، سرزنی بکنیم، تولید شاخهای جوانتر به وجود میاد این شکلی. این اگر هرس نکنیم این دیگه شاخه تولید نمیکنه، داره خودش فقط این ویژوالی میره بالا، ولی الان این سال آینده پر از شاخه میشه، این پر از شاخه میشه و سال چهارم قراره که تولید میوه بکنه. خب اینا رو که سرزنی کردیم، این یه دونه ببینید داره بیرویه میره بالا، تعداد زیادی هم روی بدنش داره. ببینید اینا رو باز دوباره به این حالت سرزنی میکنیم، خیلی عالیه. شاخه ها رو بذاریم به چندین شاخه تبدیل بشه، یک طرفه روش نکنه. میایم این پایین، این پایین ببینید الان اینا باید حفظش بکنیم، این فایده نداره، باید کوتاه بشه، چون اگه کوتاه نشه دراز میشه بیرون.